با توجه به نظر فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران در عراق حین گزارش‌دهی با موانع روزافزون مواجه هستند. با این حال برخی رسانه‌ها همچنان به مبارزه برای مطبوعات آزاد، بی‌طرف و بدون تبعیض ادامه می‌دهند. اسکات باب از صدای آمریکا از بغداد در مورد گزارش را فرستاده که همکارم آن را آماده ساخته است. مرتضی محمد علی به طور مستقیم و زنده از استودیوی تلویزیون البغدادیه در مورد چگونگی وضع خبرنگاران در تهیه گزارش از یک جشنواره فرهنگی در بغداد گزارش می دهد. البغدادیه بیشتر روی یک معامله سیاسی مانند انتخابات محلی ماه آینده و فساد توجه را متمرکز ساخته است. محمد حنون کریم مدیر مسئول این رسانه می گوید این دستگاه در 3 سال گذشته 2 بار مسدود شده است. بسیاری از کارمندان ما توقیف و مورد آزار وضعیت نیروهای امنیتی قرار گرفتند و گاهی اوقات اگر رویدادی به وقوع بپیوندد مانند یک انفجار به ما اجازه پوشش و گزارش را در آن مورد نمی دهند. برخی اوقات اجازه می دهند زیرا برای آنها مهم نیست. زیاد العجیلی رئیس دیدبان رسانه ها از مرکز نظارت بر آزادی خبرنگاران گفت حال خبرنگاران حتی برای پوشش رویدادهای عادی باید اجازه نامه های متعدد داشته باشند. ما همه ساله گزارش در مورد آزادی رسانه ها نشر می کنیم. امسال تا کنون بدتر از هر زمان دیگر است. دولت برای اعمال فشار بر خبرنگاران و جلوگیری از کار آزادانه رسانه ها به خصوص رسانه های خارجی قوانین و مقررات جدید وضع کرده است. طوری که در این فیلم که توسط خود یک خبرنگار عراقی تهیه شده دیده می شود، خبرنگاران با اذیت و آزار نیروهای امنیتی روبرو اند و نشان می دهد که مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، در حالی که بارها و بارها با آنها می گوید که او یک خبرنگار است. فعالان می گویند بیش از 140 خبرنگار در عراق در 10 سال گذشته کشته شده اند که یکی از بالاترین رقم تلفات در جهان است. در جامعه عراق که به زنان به دیده حقارت می‌بینند، نه به نظر انسانی که می‌تواند کار کند. به آزار و اذیت سعی می‌کنند تا مانع کار کردن آنها شود. فکر می‌کنند که زن برای هیچ چیز دیگر نه، بلکه برای خانه و رسیدگی به امور خانه خلق شده است. کریم از تلویزیون بغدادی می‌گوید گزارش واقعی توسط خبرنگاران عراقی نیز نادر است. حدود 90% از روزنامه‌نگاران عراقی به دنبال برخی از نظریه‌های ایدئولوژیک، سیاسی و فرقه‌ای هستند. شمار کمی کار بی‌طرفانه می‌کنند. آنها کسانی هستند که با مشکلات از سوی دولت روبرو هستند. فعالان رسانه‌ها به این عقیده‌اند که در عراق نیاز مبرم به ایجاد قوانین و مقررات است که برای خبرنگاران اجازه دهد تا به طور آزادانه وظیفه خود را انجام دهند و قانون از آنها و حقوقشان محافظت کند. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.